بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. به کانال پیوند میدیا خوش آمدید. امیدوارم جور و صحتمند باشید. دوستان عزیز، امروز برایتان در این ویدیو یکی از بهترین عملهایی را یاد میدهیم و شما دیگر خاطرتان جمع باشد از اینکه چه کسی شما را سحر و جادو کرده. سحر و جادو در کجا دفن است؟ آیا سحر شده اید یا خیر طلسم شده اید، تعویذ شده اید، بندش در کار است یا نه؟ همه چیز در این ویدیو. با این عمل شما همه چیز را با چشم و سر خود در خواب مشاهده میکنید، مثل اینکه تلویزیون را تماشا میکنید. همه چیز برایتان روشن میشود که ساحر کیست و چه کسی نزد ساحر و جادوگر میرود و شما را سحر و جادو تعویذ میکند، کی دشمن شماست. همه چیز برایتان روشن میشود. پس بیایید که این عمل را برایتان شرح کنیم و هیچ ضرورت نیست که نزد دانویس ها بروید و برای آنها پول های گزاف بدهید تا برای شما روی تالی و غیره چیزها را ببیند که اکثر آنها اشتباه می باشد. دوستان عزیز، وقتی خوابتان نزدیک شد، یعنی خواب بالایتان غلبه کرد، این وقت شما برخیزید، وضو بگیرید و دو رکعت نماز نفل بخوانید. به همین نیت که ساحر و سحر و طلسم و تعویذ و هرچی که بالایتان است در خواب ببینید، به همین نیت بخوانید. بعد نماز دعای استخاره را بخوانید. دعای استخاره این است: اللهم اینی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، تا آخر. شما میتوانید در گوگل سرچ کنید. ولی اگر کسی این دعای استخاره را یاد ندارد، فقط کافی است همین دو رکعت نماز را به نیت استخاره بخواند، کفایت میکند. بعد آن به بستر خواب خود رفته و 11 بار در اول و 11 بار در آخر صلوات یا درود ابراهیمی بخواند. صلوات ابراهیمی در این عمل شرط است. صلوات ابراهیمی این است: یک بار من برایتان میخوانم، شما میتونید در گوگل سرچ کرده پیدا کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد آن 111 بار یا هم 313 بار و یا هم 1001 بار، یکی از نامهای خداوند است، یا علیمو بخوانید. یا علیمو، یا علیمو. اگر قوت و نیروی روحانی ضعیف دارید زیاد بخوانید، مثلا 1001 بار. ولی اگر انسان تقوادار و پابند نماز هستید، 101 بار یا هم 313 بار کفایت میکند که بخوانید و به خواب بروید. انشاءالله زمانی که چشمتان پنهان میشود و به خواب میروید، همه چیز را مثل تلویزیون روشن میبینید انشاءالله العزیز. برایتان معلوم میشود که ساحر و جادوگر کیست و چه کسی دشمن شماست و نزد جادوگر میرود بالای شما سحر و جادو میکند و جای و موقعیت سحر و جادو طلسم هم برایتان معلوم بشود. بروید و از آنجا بکشید و آن جادو را، آن تعویذ را در دریا یا هم آب روان بیندازید. طلسم و سحر و همه چیز باطل می شود. البته قبل از این که سحر و جادو و طلسم را بیرون می کنید، چند بار آیت الکرسی و چهار قول شریف را خوانده و چند بار هم یا حفیظ و یا رقیب و یا حفیظ و یا رقیب و یا حفیظ و یا رقیب و بخوانید. بعد آن بیرون کنید و به آب روان بیاندازید. همه چیز باطل می شود. اگر جادو را خورانده باشد، در این مورد یک ویدئوی تفصیلی نشر می کنم که چگونه آن را باطل کنید. امیدوارم این ویدئوی ما خوشتان آمده باشد. اگر علاقمند این گونه ویدئوهای علوم غریبه هستید، کامنت کنید. از این نوع ویدئوها زیادتر نشر خواهیم کرد. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.